دلیل اصلی حضورتون امروز اینجا در یک مراسم فرهنگی؟ خب قطعا حمایت از جامعه هنرمندانمون هست، البته تشویق این برنامه خاص، و به طور کلی حمایت همه جانبه از تمام هنرمندان کشورمون، به خصوص در وضعیتی که خیلیاشون محروم الکار میشن یا سانسور میشن، و این در واقع فراتر از فقط حمایت از هنر هست، بلکه یک نوع حرکتی است برای یادآوری این که چقدر مهمه که ما بتونیم این آزادی رو، به خصوص در آینده کشورمون، هر موقعی از شر این حکومت خلاص شدیم، در یک فردای آزاد از همه نوع آزادی‌ها، من جمله آزادی بیان و خلاقیت و مقابله با هر نوع سانسوری، بتونیم یک آینده بهتری رو داشته باشیم. به هنرمندان اشاره کردین. در فضای مجازی میبینم این روزها تقسیم بندی‌هایی وجود داره، هنرمندان داخلی، هنرمندان حکومتی یا هنر. شما مثلا به این مرزبندی‌ها نظرتون؟ اولا خیلی مشکل آدم قضاوت بکنه در فضای مجازی آنطور که الان میشناسیمش که چقدرش واقعی است و چقدرش ساختگی است. بنابراین برای من یک معیار 100% اثبات یک چیز الزاماً نیست. میتونه باشه، میتونم گاهی نباشه. ولی مهم اینجاست که حتی اگر اختلاف سلیقه نظر باشه، لااقل بتونن این رو بیان بکنن، منتها با یک دید باز. من فکر کنم یکی از مهمترین کارهایی که از اینو فرهنگ سازی اگه بتونیم به قول معروف استفاده بکنیم، چه نوع فرهنگ سازی است؟ یعنی فرهنگ سازی تحمل و بردباری و احترام به عقیده دیگری، نه اینکه به محض اینکه یک کسی اختلاف نظر داشته باشه به جون هم بیفتیم و فوری بخوایم خط و نشون بکشیم. این خودش یه چیزی است که بایستی بتونیم، و امیدوارم که جامعه هنریمون هم بتونن کم کم این مسئله رو به خودی خود جا بندازن. این فرهنگ سازی است که باعث به وجود بیاد که لااقل این مشکلات رو اگه نتونیم به کلی از بین ببریم، لااقل به حداقل برسیم. و آخرین سوالم، در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و یک سالگی انقلاب زن زندگی آزادی، پیغامتون به مردم؟ پیغام من به همیهنانم این استش که علارغم تمام مشکلات، تمام سرکوب‌ها، تمام خشونت‌ها، تمام تهدیدها، تمام تحقیرها، بدونن که این سنگری است که نبایستی رها کرد و بایستی خیابون‌ها رو نگه دارن، چون بالاخره اون زمان خواهد رسید برای تغییر. و چیزی که من به خصوص در نسل امروز می‌بینم، استقامتشونه در مقابل تمام این تهدیدها، و این بزرگترین ضربه است به خود این نظام که همیشه سعی کرده روحیه رو از بین ببره، خرد بکنه، و خوشبختانه مقاومت رو در همیهنانم هم می‌بینم. و بنابراین این سالگرد بسیار مسئله مهمی است که به خودمون و به جهانیان ثابت بکنیم که مردم ایران کجا وایستادن.